پوشیدن نقاب طبی در تاجیکستان مثل کشورهای گرفتاری کرونا ویروس حتمی نیست، اما شمار افراد نقاب پوش در خیابان و مؤسسه ها اینجا هم زیاد به مشاهده می رسد. آنها می گویند معمولا نقاب را در نقلیات جمعیتی و مکانهای سیرودم می پوشند. دکتر ها تاکید کردند که چی همی مسکه قطع گرده خیلی گفته نمیشه پیش گیریده. تقریبا یک ماه به این سو اکثر داروخانه های کشور را نقاب های طبی پر کردند که در داخل آماده می شوند. سبب هم کمبود نقاب طبی تولیدات خارجی گفته می شود. مسئولین داروخانه گرند که از بزرگترین داروخانه های عمده و چکنه فروشی دارووری در دوشنبه است می گویند طلبات به نقاب طبی تولیدات خارجی در حال افزایش است و آن دو سومانی قیمت دارد. در مجموع دو نمود داریم، یعنی استحصال نویه دنگره و اینش جمهوری خطای یعنی پیشتر استحصال شده است. از یک قبط عبارت است، مطاعش از یک قبط عبارت است. این مطاعش یعنی اگر حساب کنیم سه قبط می شود. یک قبط از این طرف، یک قبط از این طرف، بینش پخته. سه قبط، این یک قبط. طلبات افزاینده به نقاب های طبی در سایه تهدید های کرونا ویروس در تعدادی از داروخانه های دوشنبه نقاب های طبی را کمچین کرده است. دکان های دارو فروشی خورد حتی در روز تا 200 عدد نقاب های طبی می فروشند. خطایی سراغ میکنم. وقتی که اوزی نیسته، خطایی که نیسته، آنکه توجیکی را بیشتر میپرسند. در دارو فروشی های دوشنبه میگویند نقاب های تولید چین را قبل از سراسری شدن گرفتاری به کرونا ویروس خود چینی ها با تعداد بزرگ از تاجیکستان خریده به چین بردند. بنابر توصیه سازمان جهانی تندرستی نقاب طبی از کرونا ویروس حفظ کرده نمیتواند، ولی آن میتواند خطر سرایت‌یابی به ویروس را کم کند. حالا در تاجیکستان چند کارخانه نساجی به تولید نقاب های طبی شروع کردند. به گفته مقامات وزارت تندرستی آنها در یک شبانه روز از 5 تا 30 هزار دونه نقاب تولید میکنند. برای دختن 40 هزار نقاب ماسک های طبی برای ارتش ملی ما فرمایش گرفتیم و متایی که ما برای دختن نقاب از آن استفاده میبریم محصولات پختگین استحصال جمهوری اسلامی پاکستان میباشد و تا به امروز عاید صفت دخت نقاب های طبی ما یگان اراده نگرفتیم. مقامات میگویند در کشور یگان نفری سرایت شده به کرونا ویروس آشکار نشده است. طبق اطلاعی رسمی سر از 1 فوریه تا 25 مارت 5460 نفری که از کشورهای خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه های سرایتی و آسایشگاه ها به قرنطینه فرا گرفته شدند. از این شماره 2002 نفر رخصت شده، حالا 3458 نفر در قرنطینه قرار دارند و 107 نفرشان شهروندان خارجی هستند.